سلام اینجا خودکست ای پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام این فرادم اینجاست ولی داره اینو گورگ گرگ این من رو من میدوه فرزادم با ما سلام جونم براتون بگی که اپیزود 197 و اینکه ما برگشتیم امیدوارم که اپیزود با آقای ما جبرانی رو دوست داشته باشین و چیزهای زیادی ازش یاد گرفته باشید شما یاد بگیر افتاده باش نگاه از بالا به پایین بده همین که حالا میگی گشته خوبه چون که میخوایم این در راستای اپیزود 195 که در مورد کرونا صحبت کردیم گفتیم که خب مثلا دوستان خفاش میخورن و اینا بعد گفتیم که بیایم یه سری بزنیم به خیلی غذاهای خیلی عجیبی که ما خودمون خوردیم و اینکه حالا نظر اون چیه و یه لیست هم من درست کردم از غذاهای خیلی عجیبی که ملت توی اقصانوات دنیا میخورن آره حالا اون قسمت رفتیم بیشتر جنبه شوخی داشت ما قصد نجات پرست بازی در آوردن رو نداشتیم حالا گفتیم چرا خفاش فاش خوردی ولی فرهنگ ها متفاوت همین گوسفندی هم که ما میخوریم برای خیلی عجیبه که چجوری میخوریم یا کله گوسندی که میخوریم ولی یکی عادت کرده یا و اینکه خب هنوزم دلیل اصلی ویروس کرونا مشخص نشده میگن از حیوان رسیده ولی قطعی نیست هنوز چه اتفاقی افتاده خلاصه اینکه این قسمت رو میریم که یه مالی کشیده باشیم به اون قسمت اگه به کسی برخورده باشه به چی به هیچ چی بر نخورد بعد خود خب اگه چینی گوش میداد بر میخورد نه حالا میگی بهشون برخورد میخورد یه اتفاق جالبی که برام افتاده نه ولی شاید جالب افتاده باشه ولی خیلی مرتبط به این قضیه اون مدتی که حالا خیلی استکاک بین ایران و آمریکا بود خب یه نگاه بدی به مثلا ایرانیا میکنن دیگه مثلا کانادا یا شاید یه ذره براشون عجیب باشه به خاطر راه اتفاقایی که توی تلویزیون میفته و حالا چیزهای مختلفی که میگن که حالا همش واقعیت هم نداره ما ایرانی ایرانیا معمولا اون دفنس مکانیزممون یا مثلا اون چیز دفاعیمون اون راه دفاعیمون که مثلا خیلی آدمای نایسی میشیم توی اون مدت مثلا ای داری رانندگی میکنی مثلا راحت راه میدی به طرف تو آسانسور کسی میاد سلام میکنی بهش نمیدونم مثلا نمیدونم یه جورایی مثلا خیلی بیشتر از اون حد نیاز آدم مثلا نایس میشه الان این مدت من چیزی که خیلی دیدم توی ساختمون ما خب چینی زیاده و اینا خیلی اوورده تا بند خدا نایس شدن که مثلا فکر فارسی ذره صحبت کنی <تصفح> خیلی <تصفح> به به صورت خیلی نامتعارف داره. نامتعارف الان مثلا خیلی با آدم خیلی مهربون شدن در آسانسور نگم دوستن سلام میکنه و اینا مثل اینکه توی دانشگاه ویکتوریا هم خیلی اتفاقای ریسیستی افتاده نجات پرستانه افتاده که اصلا یه دونه ایمیل زدن به همه که آقا حالا این مشکلات وجود داره دلیل برای این نمیشه که شما بخواین اصلا کار نجات پرستانه انجام بدین یا مثلا با افرادی که مثلا حالا چینی هستن بخواین بد رفتاری بکنید اینایی که بچه ما تو دانشگاه میگفتش که دوستای چینیشون میگفتن تو خیابون که راه میرن میگفت آدما راهشون رو کج میکنن آره خیلی جالب حالا من <تصفح> اینم بگم چند رفتم بانک با بعد الان یه حالا خیلی ماسک و هند سانیتایزر ضد کننده خیلی کم شده توی این چی شده هیچ توی تو ونکوور یا شایدم حالا اقصا نقاط دنیا بعد رفتم دیدم که بانک چیزه یه دونه از این زد و کننده دستا گذاشته و اینا من هم که داشتم با خانم صحبت میکردم زدم و شروع کردم دستامو تمیز کردم بدم به خودم اون خانم چینی دارم تو صورتش دستامو زد و فونی میکنم خیلی زایه بود اصلا خودم از خودم خجالت کشیدم مثلا مثلا اگه من بودم فکر میکردم به خاطر که من مثلا این معنی دار این کار آره خیلی معنی دار یه ویدیو خیلی اومد دیشب تو همین ونکوور اتفاق افتاد یه مرد سفید پوستی به دختر چینی از دست دختره یه چیزی میفته میگه ویروس کرونا رو ننداز رو زمین ای. اونو دستگیرش میکنه آره اونو بعد یه دختره گفت بعد ویدیو رو گرفته بود گفت چی گفتی بعد دوباره اون نادان دوباره تکرار کرد اون حرفو گفت ویروس کرونا تو برد از رو زمین عجب خریم ملت خیلی حالا میگی روز یه ویدیو اومده بود دیشب ما یه ویدیو دیدیم همش که ای کاش نمیدیدیم که ای کاش نمی دیدیم ببین یه بازاری بود که حالا به کسایی که این جونورایی که من میخوام نام ببرم و میخورن بر نخوره آره. یه ویدیویی بود که توی بازاری بود توی چین که مثلا طرف را میرفت کل این بازار مثلا شاید یه, یه رو ویدیو بود ها که توی کل این بازار رو میرفت و اصلا یاد ببین از مثلا سگ اون تو بود که مثلا کشته بودن انداخته بودن مار و... سگ زنده هم بود. آره سگ زنده تو قفس بود و مار بود مار. میمون بود سمور موش موش زده بودن سر چوب اه. اه و خفاش زده بودن سر ببین جونوری نبود که من مثلا دیده باشم و اون تو نباشه جوجه تیغی حالا یه جا بین سمور و گربه ما مشکل داشتیم ولی سمور و گربه آخه بس سمور دو که اون همه بو از خودش میداره کجاشو میخوان بخورن حالا شب سمور یه چیزی بود دیگه بالاخره یه چیز عجیبی بود خلاصه خواستم بدونید که چیزای عجیب خورده میشه حالا میرسیم بهش چیزایی که ملت میخورن در اقصان دنیا بله بگو اینم تو اول از مال من شروع خب پس اول یه اپیزود ما رفته بودیم قبلا که هیچ پخش نشد توی دوران تمرینیمون مثلا دو سال, بود دو سال های فرهاد بود که یهو میگفت دو سال اپیزود فرهاد بود دو سال پیش بود که ما مثلا شروع کردیم ضبط کردن که ایجان پخش نشد در ده... این قشمه مال سه سال پیشه سه سال 2017 سال پیش بود <laughs> بعد در مورد های خیلی حالا عجیبی که خودمون خورده بودیم صحبت کردیم و اینکه حالا چرا و چه حسی داریم و اینا که من اجازه میدم فرهاد صحبت کنه در مورد غذای خیلی عجیبی که میخوره چیزی که دیدم خیلی با ولع میخوری کل پاچه است عاشق کله پاچه همه جوش هم میخورم <applause> <applause> خیلی خوبه دیگه از بچگی حالت خوبی داشته وقتی میخوردیم با خانواده بوده همیشه جو خوبی بوده نمیدونم از لحاظ روحی اینا هیچ چیز بدی باش نداری آره با... باش نمد ولی بعدی که خوردم بعد الان بگم جای برنامه یار نه الان بگو بگو, بگو دیگه الان از اون دیگه چیا خوردی حالا خب خیلی هم میدونند یا رشته من مربوط به حیوانات و ایناست ما درسی داشتیم به نام اخلاق و حیوانات بعد یکی از چیه انیمال اتیکس آه اتیکس. آخ... آداب. اخلاق خب بعدادری آداب آداب آره بعد یکی از دوستای آسیایی یه چیزی داشت یه پریزنتیشنی داشت و اینا در آخر این یه سری جعبه خیلی خوشگل در آورد و اینا رو دونه دونه قسمت کرد بین همه گفت میتونید حالا این پریزنتیشنی که من بود تست بکنید وا بخورین بله و خب تو اون بساهای سبز رنگی که بود ملخ بود جیر جیرک بود یه سری سوس بود یه سری مورچه بود که اینا خوش شده بودن نمکسود شده بودن و حالا آماده فروش بودن آره دقیقا این استنک و حالا جالبش این بود که پشتش قشنگ آرم چیز داشت آرم استاندارد داشت و اون چیز سلامت رو گرفته بود از کانادا خب من گفتم خب چیزی که اگه تو کانادا اجازه فروش گرفته مطمئنا نمیکشه منو و اونقدر مثلا برام جالب بود <تصحیح> <تصحیح> نه دونه دونه اینا رو امتحان کردم همه رو خوردی؟ خصوص کنم خوردم ملخه خیلی لذیذتر و ترتر بود حالا ایزی بگم میگم پروتئین ملخ خیلی مثل این که مفیده آره. من از خیلی ها شنیدم میگن که پروتئینی که داره اول خیلی جمعت. نه اول میگن که خیلی قابل کشته آره یعنی قشنگ میشه اینو مثلا مقدار زیاد تولید کرد بدون اینکه کشت کلا ملخو کشت نمیکنه پرورشه. ولی خب ملخ دیگه آره این خلاصه پریزنتیشن شاجه ملخ ها اینا بود و از ایولوشن صحبت میکرد و اینا اینم به عنوان آخرین شیرینی پریزنتیشنش داد من خوردم کسی دیگه هم خورد آره خیلی بیشتری که از خوردن خیلی یا بعدشون اومد اینا تو خوشت بود. اومد اصلا آره من خیلی حال کردم الان یه سری فروشگاه هست نمک مزه چیزی دیگه هم میداد یه تردی هم میده الان میریم خورشون یه کاسه ملخ داره اومد <laughs> نه حالا یه چیز دیگه هم بگم متمم این ما حالا هفته پیش یه سفری بودیم با. در, در لاس وگاس یه آمیلی سری مغازه داره که مغازه عجیب غریبی شکلات میفروشن بعد آب نبات مورچه بود آب نبات سوس گذار عکس رو گرفتم بعد میتونم به اشتراک بزنم اگه یکم قیمتش بالا بود نمیارزید واسه خریدن برای بگم من میتونم یه چیز دیگه هم بگم آره تو را راحت میتونی بگی آوردیمت که بگی اصلا آوردیم که اینجا فقط همینا رو بگی اگر برای چی رات بدیم تو این پادکست ما یه, یه غذای رفته بودیم <تصفح> که ایمانم بود <تصفح> یه آلوکنیت بود غذایی رفته بود <تصفح> آره یه رستوران چینی <تصفح> یه رستوران سوشی فروشی رفته بودیم آلوکنیت. حالا مادر فارسی یه پول میدی هر چی میتونی بخوری 18 دلار اینا میدی همه چی میخوری 80000 تومان بعد دلار 2 بود. نه گوش بده. و خب دوستای زیادی بودیم و اینا یه آیتم روی منو بود که من خیلی برم عجیب بود اسمش. گفتم مثلا اینم آیا میاد جزو سفارش ما یا نه. اسمش بود شارک فین سوپ یعنی آره. باله چیز این سوپ باله کوسه آره. گفتم خب حتما میتونه چیز جالبی باشه. بازم تو منوه پس یعنی کسایی هستن که میتونن اینو بخورن. بعد اینو من سفارش دادم اومد انقدر بوش بد بود و مشمز کننده که مثلا اطرافیان حالا نمیدونم ایمانم که نمیشسته بود فوش داد و روش اون ور کرد و اینا یکی ای از بچه ها من رو به چالش دعوت کرد که اگه این ستا رو سفارش دادی خودت بخوری من غذای تو رو حساب میکنم و اینا و فرهاد به خاطر اینکه موازه باش به <applause> <applause> خاطر این... اون موقع وضعیت مالی سیاد خوب نمون آه. بگرم آره خلاصه من اینو نجات پرستی کنه خلاصه من اینو گذاشتم تو دهنم که مثلا بجوم بره پایین نگویه یه نشون داد اینا این تو دهنم بزرگتر شد میدونستم این یادت دست باشی بسید یه اپیزیت آمکو یعنی در واقع کوسه تو دهن شما روش کرد به ادال بزرگ و اصلا این لامسا من هرچی می جویدم هی تو دندونا بیشتر فرو می رفت بسته دیگه خجالت می کشید خلاصه آره دیگه من تونستم اولشو رو بدم چند تا بود می گست بقیه شو گرد دادی؟ 18 دولار بقیه رو خب بعد انامم بود و اون دوتا دیگه میگرفتم تا هر و فقط مزدش نبود بوی نجاست بزرگ میشه خب دیگه نمیتونم که بوی بوی نجاست یه چیز دیگه بگی بازه شروع میشه بازه نمیداد یه کم خالی خندیدنم سخت دلم درد گرفت تو چی کارون تو چیز خیلی عجیب نخوری تو واقعا من داشتم فکر میکردم. من عجیب ترین چیزی که خوردم فکر کنم گوشت شطور و شیر شطور بود اونم خیلی خوردم به من میگفتی که توی ایران سرو میشه و آره ترکمنا مثلا گوشت شتر زیاد میخورن خیلی هم چیز مقویه شیر شتر خیلی مقویه شیر شتر هم سرو میشه یعنی قشنگ آره،, آره، شهروند شیر شتر بگیر بیا خون نه اونجوری آشنا. نه اینا محلی بود ما با اون استادی که کار میکردم اینا حالا آشنا داشتن اونجا بعد گوشت شتر آورد دنده شتر عالی ما رفتیم کباب کردیم دادیم به خورده استادای اونجا چه آره. تو چی؟ <applause> یادم اومد الان که اون وقت حالا یادم نبود ولی یه دورانی شد. بود که من تو زندگی اینطوری بودم که همه تجربیات رو انجام بدیم و هر چی کار خوب. چه حالتی بود آره, آره؟ <تصفح> <خوزشت>. <تصفح> <تصفح> بعد اه... تو همون حالت که بودیم یکی از همکارام که چینی بود اه... یه روز ما رو دعوت کرد بریم یه رستوران چینی بعدش منم تو چیز بودم آره من همه چی امتحان میکنم بعد خب حالا کسایی هم که من نمیشن یعنی شما هم میدونین که من خیلی از پرنده آه میترسم آه من... برنش میترسم برنش حالا بدم میاد هج کرد بعد یه م... یک آیتم رو منوی اون رستوران چیز بود پای مرغ اونی که خیلی هم میخورم. پای... من مثلا شده بود که چی <تصفح> شد بگو بگو توجه نکردیم فهمیدم که گوشی و این همه ما تلاش کردیم رو دونادیستر با خرنه ازش یعنی زنگی بخوره قطع میشه؟ بعد چیز پای مرغم آره دیگه مثلا واقعا این طوری یعنی دقیقا میبینی که اینجوری این مرغه این لامستب مرغه داری میخوای بخوریش و من خوردم خیلی هم بعد حتی ناخونه هم داشت اینا اصلا هم گوشتی را نداره بعد پرسیدم چه جوری میخوریم میگفت باید بکنین تو درنت اینطوری اینطوری اینطور بکنین که یه چیزی گیرت بیاد از خرست اونو ولی خیلی هم میخورن تو... سوپ پای مرگ سوپ... میخورن سوپشو میگم شنیده اینو ولی تو شهروند واقعا میفروختن ام... پای مرگ همینجا هم سوپ بعد خوردید آره okay. نه اوکی که نمرد خوب دید. حالا من یه خاطری جالب براتون بگم ما موقعی که ما دریدی بودم یه دوست فامیلی داشتیم که ایشون خانومشون فکر کنم تایلندی بود و خب این خانم هر از مثلا غذاهای مثلا خودشون درست میکرد و اینا ما یه روز رفتیم خونهشون و یه سوپی گذاشته بودن و اینا من خدا رو شکر غذا خورده بودم و مثلا فقط نشستم باهاشون سر سفره ما اینا ولی غذا نخورده بودم بعد نشستن این سوپو کشیدن و خوردن و مثلا خیلی هم تعریف کردن فلان و اینا و بعد مامان من خب مثلا خانمای ایرانی دیدی ایز خوشم میاد مثلا میگن که به من بگو چه جوری درست کنم و فلان و اینا بعد خانم میگه آره مثلا گوجه فنگی داره پیاز و مثلا فلان و اینا و دم گاو بعد میگی فکر مثلا انگلیسیش مثلا ضعیفه مثلا میخواد یه مثلا قسمت دیگه یا مثلا گوشت گاو بگه چون گوش داشت و مثلا نتونسته بعد دیدیم که شوهرشون که گفتن نه نه این دوم گاو رو میرن میگیرن و قاچ میکنن میزن تو و دوم گاو استفاده میشه ببین مامان منو بگی این 17 تا رنگ هم از یرد اونجا <تصفح> <تصفح> که اصلا دوم نزیز گاو نزیز اونی که خورده, خورده بود. بودن آره خوششون رو اصلا خیلی خوشت... فرقی نداره آره گوشته ولی خب دوم گاو دیگه شاید گوشت سفتی باشه جون هی تکون میخوره ما مثلا ما حالا ولی اینا رو میگیم همین مفهوم کله پاچی هم که این خیلی طرفدارشه برای ها خیلی, خیلی, عجیب خیلی عجیبه دیگه ما چند بار سعی کردیم برای اینو توضیح بدیم اینا تا مرحله استفراق بالا میرن حالا یادت کردیم میگیم مثلا خیلی خوشمزه و اینا روی نص حالا خفاشم همین اگه بچگی عادت کنی دیگه همه چی میخوری آخه میدونی آخر؟ مثلا باز گوسفند مثلا یه قیافه گوگولی تری داره مثلا نه بعد گوسفند خوردنی تره مثلا بیشتر یعنی خیلی غذاهای دیگه, عادت دیگه عادت ازش میاد همش عادته بگم در مورد غذایی که میخورن دوستان در افسانه ها دنیا اولیش از بلوت که توی فیلیپینز میخورن نه, نه نه اسمش به انگلیسی بلوته که توی فیلیپینز میخورن چی آقا تخم اردک خب تخم اردک چی چیکار میکنن در حال داره در حال فرم گرفتن اون مثلا اردک تخم گذاشته در حال فرم گرفتن و اون هنوز جنینه هنوز سوی اون تخمه وجود داره و میجوشوننش به صورت زنده اون جنین رو و نیم که شده در میارن با سس تند سیر و سرکه میزنن میخورن سس تند رو هر چی بزنی خوردنی میشه دیگه بعد کسو اه... مارز یا چی یا پنیر فاسه که در ایتالیا میخورن اینو تو ایران هم میخوریم گوش بده ببین چیه همش رو میگه ما هم میخوریم <تصفح> از شیر گوسفند پنیر درست میکنن میزنش تو فضا باز که پشه ایم. بیا توش تخم بذاره بعد اتفاقی که میفته حتی اصلا بعضیا میذارن کرمام توی اون در واقع پنیره رشد بکنن و اینا با کرم و اینا میخورن که خیلی وقت بود ممنوع بود به دلیل بهداشتی توی ایتالیا ولی چند سالی که به عنوان غذای سنتی محسوب میشه و اصلا در بازار آزاد درست میکنن و میفروشن حالی شد ایپینگ انکبوت سرخ شده در کمبودیا خورده میشه که حالا تاریخ جالبی داره میگن که وقتی که اون زمان قحطی اومده بوده مردم شروع کردن به حالا خوردن زای مختلف انکبوت میکونا بوده اه ولی هنوز هم ادامه داره که هنوز قطعی دیگه نیست اه سل سال سل خیلی شب براتون جالب باشه کل پاچه هست که تو نروژ میخورن کله گوسفند و اول کواب میکنن بعد میذارن به مدت سه تا چهار ساعت تو آب جوش میپزنش و قبل از کریسمس میخورن شاید خیلی براتون جالب باشه با پوره سیب زمینی هم سروش میکنن عالی شد و کل پاچه هم تو نروژ هم خورده میشه بیبی بی مایس واین ام. شراب بچه موش در کره و چین خورده میشه که ب... چیه؟ بچه های موش زنده رو از مادر جدا میکنن میندازن تو بطری شراب برنج میزن روش میزن روشون و میذارن جا بیفته ام. و بعد اینجوری میکشنشون آره. یا بله. یه مدل دیگه نه میکشنشون نه یعنی می با می 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 زنده میریزنشون تو آره بعد میذارن می بمونه و دوباره مثلا بعد شراب میشه به عنوان دسر تور میخورنش سنکجی امه. سنکجی خیلی جالبه اختاپوس زنده است اوه. که تو کره خورده میشه کنجد میریزن روش و همونطوری به صورت زنده زنده حالا این اختاپوسا رو میخورن شاید براتون سوال بشه که آیا ایمان این نقطه بزخت زنده است از خودش مثلا واکنشی نشون نمیده عکس و چیزی چرا بزرگ میشه نه میچسبه به گلوتون و خیلی آنم خفه میکنه موقعی که میخوره؟ حالا بخوری تا خفه <تصورت> <تصورت> نمیدونم چرا ولی اینو من دیده بودم یکی از دوستان که رفته بود اختابوس زنده براش آورده بودن و توی میچسبن کاسه. رو صورت و... یا حالت <تصورت> بدی دارن چی نگاه میکنی توی آب توی آه. آب که مثلا باشی اختاپوس آره. ها حمله میکنن رو صورت میچست این ها این ها خیلی کچیکن آره و زنده زنده اینا رو میخورن که اصلا نشون میده که تکون میخوردن تون <تصفح> آیبال چشم ماهی تون که توی ژاپن خورده میشه که کیلویی هم میفروشن تو بازار و اینا سرخ میکنن با برین با سفید و سس سویا میزنن و اشتباه بکشید. نه نه میگه خیلی گنده است آه, آه مایه تونا تونای خیلی گنده چه گنده خیلی خیلی زیاد یکی زکوری یکی ایکی زکوری, ایکی. ایکی زکوری. ماهی زنده تو شاپون میخورن ماهی همینطور که زنده است میندازن تو بشقا و شروع میکنن تیکه تیکه ازش میبرن قلبش و اینا هم توی داره میزنه این ام. ماهی همینطوری داره جهش میکنه مناسب نیست انسانیه آره آره اصلا یکی زکوری معنیش اینه که به صورت زنده آماده کردن یه چیز رو میگن یکی زوکوری که در استرالیا و آلمان هم این کار ممنوع شده نمیتونن این کار انجام بدن بلاد پلاتر خوشخواب خون آره ولی چیزه این فینلندیه مال فلاند. فنلانده فنلاند. توی فنلاند ایشه. و سویدن میخورن سوئد یا پنکیک خوک چی؟ پنک پلاتر. پنک؟ پلاتر یه شد پنک آره. پنک خوک یه جور دیگه می نویسنش بی ال او دی پلاتر هم یه جور دیگه است یعنی به زبان فن اره این که از خون خوک استفاده میکنن شیر آرد پیاز و کره و اینها رو به هم قاطی میکنن با کنار گوشت خوک و آهو اینو پنکیک میکنن و کنار گوشت خوک و آهو میخورن ببخشید یکی هم کامنت گذاشته بود که خون خورده بودن ایشون آره آره, آره. یکی از دوستانم گفته بود من چه چند بار ریفرش کردم امیدوار بودم که این اشتباه دارم میرم ولی نم خونه چه خونی خونه, خونه؟ گوسفند مثل اینکه تو باقی... پای خروز ایشون مم. تاج میزنه بعد اه، هاکارل اه، که میشه کوسه فاسد گوشت کوسه میگن به صورت تازه اگه بخوری خیلی سمیه و میتونه آدم بکشه برای همین میزنش رو فضای آزاد آویزونش میکنن میزنن که فاسد بشه و این عمل فاسد شدنه کاری انجام میده یک عملی توش انجام میده که تو میتونی بخوریش و ازش لذت ببری و... میخورن و میگن خیلی بوی خیلی بدی هم داره و بعد با مشروب زیاد خورد که اون بوه رو اصلا احساس نکنه کلا فکر کنم این خانواده کوسا خیلی بدتر آره. تو ده هم بذاری بزرگ میشه این دوتا خیلی عجیبه که میخوام بگم بوز پینس بولز یعنی گاو در دستگاه گاو رو میخورن در چین بله که در چی میخورن شاید براتون جالب باشه که کسایی ورزشکارهای های اولمپ... اولمپیکشون درخواست خلال... اولمپی. ورزشکار های المپیکشون درخواستشونه که توی مثلا مدتی که در مسابقه میدن هفته یه بار توی منو غذایشون باشه چون فکر میکنن که قویشون کنه و اینا میتونن عمل بهتری داشت خوب بر. بخوریم برای ماراتون پریری اویسترز حالا اویستر به چه معناییه؟ صدف؟ صدف ولی این نیست این تخم گاوه ouais. که میخورن در کانادا و اروپا هم سرو میشه کانادا هم این uh. سرو میشه میخورن منظور بیزه بود آره نه تو اینجوری آره خب تو ایران بیزه گوستفند هم میخورن دیگه آره یه آقایی هست توی یوتیوب حالا تو چه بتونین پیدا کنین طرز تهیه شده یه دفعه نشون داد منم هم نشستم همینطور نگاه کردم ایشون تو استرالیا هستم من هم خیلی جالب بود که زدن سر سیخیشون دو مدل خیلی عزیزه خیلی عزیز و چربه آره و اینکه دیگه اصلا خودش گویاست دیگه اصلا چیزی نیاز نداره من در موردش بگم آخریش هم هست هگس هم. که قلب و کبد و شوش گوسفند و میریزن تو شکمش با پیاز و جو میزن اونجا بمونه چند ساعت بعدش سرو میکنن و میگن منبع خیلی خوبی از آهن و از فیبر هست اینا اینو ما هم داریم دیگه قلب و جگر و اینا رو که ما میخوریم آره بعد بعد شکم و اینا هم که همون چیز دیگه بگو اسمشو سیرابی شیر جونه که ما میخوریم همین چیز هست. ده ده. خلاصه میخواستم میگم که نقاط دنیا مثلا چیزهای خیلی عجیب میخورن و زیادم حالا فقط مخصوص حالا اون آسیای میانه نیست ولی یه زیادی دیگه که داشتم در موردش میخوندم این بود که خیلی کسایی که این چیزهای خیلی عجیب و میخورن توی حالا آسیای میانه بیشترش اشاره میکرد اینه که اینا فکر میکنن که خیلی در چیز بهشون کمک میکنه در عملیات های جنسی توان جنسی, <applause> جنسی, جنسی مخصوصا کوسه ام. آره کوسه یعنی غذای دریایی که هست معمولا میگن که خیلی کمک میکنه به این افراد ولی خب هر روز جایی ثابت نشوی دیگه وقتی که مثلا ام. گاو و به هیچ چیش رم نمیکنن درست. تو چی داری برای اون بگی؟ <applause> حالا ما ایمان راجبه قضای چندشاوری که میخورن صحبت, شو، صحبت کرد یه ذره راجع به این کرونا تو دوباره بیشتر صحبت کنیم این هنوز سورسش مشخص نیست تا جایی که من امروز خوندم میگن از حیوانات احتمالا به انسان منتقل شده ولی دقیقا هنوز منبعش مشخص نیست که از کجا اومده ولی حالا این به کنار پشت این قضیه یه سری کانسپیرسی تیوری هست یا حالا این اخبار و اطلاعات دروغی که به واسطه حالا شایه شده آره به واسطه یه شایه شدن این ویروس داره تو دنیا پخش میشه توی حالا شبکه‌های مجازی و اینا که به هیچ وجه پایه و اساس علمی نداره ولی خب خیلی تعداد زیادی از آدما رو هم درگیر خودش کرده. من یه چند تا معروفش که الان تا امروز معروفه رو من بهشون اشاره کنم. یکی اینکه میگن که تعداد کشته شده‌ها خیلی بیشتر از این حالا عددی که امروز هست خورده ایه روزی که شما میشنوید عدد بیشتره. ولی میگن ده ها هزار نفر تا الان از بین رفتن و دولت چین خبرها رو بیرون نمیده بعد چرا کو... این میتونه درست نباشه نیست دیگه تحقیق کردن واقعا داره در عدد درست میده بعد میگن که اصلا واکسنش وجود داره همین الان واکسنش هست و نمیدونم فلان شرکت هست که میخواد ازش پول در بیاره و از این داستانا که اینم غلطه هنوز واکسنش پیدا نشده بعد اه، آها یه قضیه است به کانادا هم مربوطه میگن که یه سری حالا محقق یا حالا میکروبیولوژیستی بودن که توی توی کانادا کار میکردن توی لابراتوار توی یه آزمایشگاه کانادا بودن بعد اینا رفتن حالا روی همین ویروس ها این مریضی ها تحقیق میکردن بعد اینا رفتن همون شهر ووهان چین و مثلا از کانادا یه چیزی با خودشون بردن که این ویروسه بوده حالا به هر دلیلی بعد این اومده فراگیر شد و از این داستان ها یعنی ویروس رو تو آزمایشگاه مثلا تولید شده دروغه بعد بر... یه دونه دیگه از این خیلی جالبه گفتن که آره یه شبیه سازی کردن ویروس کرونا رو 65 میلیون نفر آدم تو دنیا کشته شدن این شبیه سازی چند ماه پیش انجام شده کیا انجامش دادن مرکز جان هاپکینز ورلد اکونومیک فوروم بیل اند ملیندا گیتس فاندیشن که اون بیل گیتس و اینا میگن این تا با هم یه شبیه سازی کردن روی ویروس کرونا و 65 میلیون نفر تو دنیا از بین رفتن این خبر دروغه اینا شبیه که انجام دادن روی یه ویروس فرضی بوده که خیلی حالا واگیردار و کشنده است اون ویروس طبق میلیون نفر توی شبیه که انجام دادن حالا با امکاناتی که الان هست 65 میلیون نفر رو کشتن و اینا حالا این مؤسسات داشتن میگفتن که دنیا خیلی آماده حالا یه رویداد خیلی نامطلوب نیست این ویروس کرونا نیست این یه ویروس فرضیه اگرم اینو جای دیدید بدون دروغه یکی دیگه اینکه بلیچ مایه سفید کننده میگن این ویروس رو میکشه وایتکس وای کجا میاد روی بسته حالا یه وایتکس خاص نوشته که مایه سفید کننده خاص نوشته که کرونا ویروس انسانی رو از بین میبره آره و اون چیه کرونا ویروس یه همینی که الان ما میبینیم نیست این تا مدل داره که از ویروس سرماخوردگی بگیری تا اون سارسی که سال 2002 2003 داشت دنیا رو از بین میبرد اینا همه جزء اینن هم. و این ممکنه اون از بین ببره تو حالا مناطق صنعتی از این سفید کننده استفاده میشه بعد شایع شده که شما اینو بخوری مثلا ویروس از بین میبره که دروغه نخورید از بین میبره ولی خودتون هم احتمالاً موج از بین میرید می اون اصلا آره من آب کنید آره من هفته پیشم گفتم گفتم که این حالا ویروسی که وجود داره، وجود کرونا ولی هنوز اسمی براش به قول معروف انتخاب نکردن چون که هنوز اصلا نمیدونن چی از کجا اومده مثلا سارس هم احتمالا اوایلش که اومده بود بهش میگفتن کرونا وایرس بعدش مثلا که مطمئن شدن از کجا میاد و چه جوری حالا میتونن رو بگیرن براش اسم انتخاب کردن اینم هم احتمالا مثلا دو سال دیگه برگردیم میگیم که مثلا چون تارس سه میدونم هر چیز دیگه یکی دیگه آش. که خیلی مسخره است همزمان با استیزاه ترامپ انجام شد و از قبل برنامه ریزی شد و اصلا کار آمریکاییاست و اینا کد توش بوده و اینا هم که دیگه یاوست دیگه توجه نکنید ولی حالا جالب ترامپ بعد این قضایه درصد محبوبیتش یه مقدار رفته بالا توی آمریکا چرا چرا, به خاطر اینکه اینا باور دارن که این کسیه که از حالا آمریکا حمایت میکنه و حتی لازم باشه آدم همه میکشه همه چینی ها رو مثلا از آمریکا بیرون میکنه و تمام پروازه که خب همین الان هم نشون داده بود شدن آره اصلا خود این قضیه گفته چه چیکی کشور بشن گفته بود آره من تو سفر بودم توی تش خونه خیلی گاوه یه چیز دیگه این اینم خیلی محبوبه اینه که بایو وپنه آره من زیاد شنیدم این دیگه جامع. واقعا دیگه اوجه شایع است که میگه که این بایو و مهندسی شده و بایو بپن در واقع سلاحای بایولوژیکیه که ام. یعنی به جای که بمب بندازی مردم بمیرن یه مریضی رو میندازی که مردم بمیرن و هم میگن این اومده جمعیت دنیا رو کنترل کنه و از چین هم شروع کردن توی جشن سال نوشون و از اینجور یاوه ها اینو یه استادی توی دانشگاه امایتی توییت کرده گفته بود که این امکان نداره مهندسی شده باشه چون کد ژنتیک این ویروس اصلا طوری نیست که شبیه کد ژنتیک ویروس های مهندسی شده باشه خب یعنی این اتفاق نیفتاده بعد میگه اگرم باشه خیلی بد مهندسی شده به خاطر اینکه ویروسی که مهندسی میشه باید کشنده باشه این نرخ مرگ میرش خیلی کمه حدود دو درصده آه. و اون ویروس نبوده یعنی آره اون ویروسی که مهندسی میشه در واقع خیلی سخت باید گسترش پیدا کنه ولی کشنده باشه این دقیقا برعکسه راحت گسترش بده و کشنده نیست اصلا این, این نیمده جمعیت دنیا رو کنترل <متحد> رو کنه اینو توجه کنید این دروغ رو اگه بذاری که میگن ده نفر تو چی مردن با هم دیگه میتونن یه میکس خوبی باشه من نمیدونم خب دیگه چی همینا حالا یه تعداد برید بگردید هست خدا تو از اینا هست و خیلی توجه نکن بایو وپن بودنشو خیلی دیدم که آره خیلی در نمای صحبت میکنن که آره آمریکا میخواد جمعیت دنیا رو کنترل بکنه و چه میدونم به خاطر درگیریایی که تو سال 2019 با چین داشتن الان میخواد بهشون ضربه بزنه تلافی کنه خیلی شما آره. میکن. بعد اینکه اینکه حالا کلا ذهن ما آدما خیلی جذب این مفاهیمی که میشه که بهش میگن ایمیجین ریالیتی که در مقابله با ابجکتیو reality ابجکتیو reality چیزی که واقعا وجود داره مثلا جاذبه وجود داره نیرو وجود داره این داستانا ایمیجین reality چیزای فرضیه که ما تجسم میکنیم و لزوما وجود نداره حالا بعدا شاید سر فرصت به این مفاهیم پرداختیم ولی این دلیل داره که چرا حالا مغز ها میره سمت این چیزا ولی توی این جور مواقع که یه اتفاق نامطلوبی داره توی دنیا میفته اینکه ذهن ما انقدر میره دنبال این شایعات و اینا میگرده و خیلی هم به همدیگه منتقلش میکنیم خب یعنی اخبار غلط رو به همدیگه منتقل میکنیم خیلی اتفاق بدیه مثلا تو همین موضوع این ویروس فرستادن هم جمعیت دنیا رو کنترل کنم یا این که میگن مثلا یه گروه مرموز خیلی پولداری هست که پای نفر. پای نفر. دنیا رو کنترل میکنه و اینا یهودی و ایلومیناتی و این الفاظی شوش. که شنی. اینا توهمه آره این علامتی که ایمان داره نکن نکن بیا <تصفح> اون یه پولی هم <laughs> آره از این داستان ها اینا چیزایی که ما تجسم کردیم اینا توهم اینا شایعه است به اینا توجه نکنیم قبلا هم گفته بودیم سر قضیه این که ما بالاخره تو همه مباحث که خبره نیستیم که درستی و غلط همه چیز خودمون بسنجیم ولی گفتیم میریم میبینیم آقا حرفو کی داره میزنه مثلا یه آدمی مثل احمدی نژاد و ترامپ داره میزنه یا یه آدم قابلی قاعدتاً عقل حکم میکنه که آدم حرف آدم قابل رو گوش بده راجع به این موضوع استاد دانشگاه MIT قطعا بیشتر از من و شما میدونه که این ویروس مهندسی شده یا نه مثلا ما اطلاعاتمون رو داریم از خبرگزاری‌های موثق دریافت میکنیم یا از گروه‌های تلگرامی که دنیا رو داره بدبخت میکنه <تصفح> <تصفح> از اینیستا گروه های تلگرامی اینیستا ای مثلا ای ای این چی بهتره تو چی داری برامون جالب بگی چند تا جالب جالب نیست هم. که این که گذاشتیم آره این یه خبر بود جالب نیست, جالب نیست ولی دوست داشتم در مورد صحبت کنم چون فردای روز ضبط اون بود یه آره. هفته پیش با خبر فوت کوبی برایانت و خب هفت نفر دیگه که نه نفر کلا نه نفر, صبح بیدار شدیم هفته پیش یک شنبه که خیلی ناراحت کننده مم. بود کوی برند بازی کنه بسکتبال تیم لیکرز بود برای 20 سال برای این تیم بازی کرده بود و تقریبا یه اسطوره ای باوید. برای شهر لس آنجلس و کلا کالیفرنیا و کلا مثلا من شخصا خودم نه بسکتبال دوست دارم نه دو پیگیرم یا هیچی ولی مثلا اینو میشنا. آره وقتی که اومدیم کانادا این با این آشنا شدم و خب این ناراحت کننده بود این خبر اه... نوع فوتش هم خیلی سخت و عجیب با هلیکوپتری که استفاده میکرد که بره نمیدونم کارش انجام بده به دلیل اینکه لس آنجلس خیلی ترافیکه آره میگفتش که به خاطر اینکه من خیلی میخوام حالا الان وقت ندارم و میخوام وقتمو با خانوادم بگذرونم میگفتش که مثلا بین تمرین اگه میخواستم با ماشین برم خونه خیلی مثلا طول میکشید و نمیتونستم مثلا برم دخترم برسونم مدرسه از مدرسه برشون دارم نقطه این با هلیکوپتر میرفته مثلا و خب به ذات مالیش هم داشته دیگه این برش آره. مشکلی نبوده داشته میرفته مربیگری تیم دخترش رو تیم نیه دقیقا برای چی داشتم میرفتم ولی خودش و دخترش توی این پرواز بودن و هفت نفر دیگه که متاسفانه اما توییت رو دیدید که یارو این سال پیش گفته این توی آره. تصادف هوایی میمیره جدی؟ چند... دوزار یه چند این سال گذشته طرف توییت کرد هستش توییتش که این هلیکوپترش سقوط میکنه میمیره دیگه هر بترسید بعدم بگو ایلومیناتی وجود نداره <laughs> چیز خبر جالبی که این هفته دیدم این بود که المپیک 2020 المپیک تابستونی که داره میاد تو جولای که آه. تو ژاپن هست توکیو امسال المپیکه بله آره. جیبیس... اه... یه اه. حالا اون اورگانایزرا یا هر کی که مسئول این المپیک هست تو ژاپن سال 2017 اپریل 2017 یه پروژه‌ای شروع کردن که هش... که بیان موبایل هایی که حالا استفاده شده یا هر چی اینا رو بازیافت کنن و از تقریبا اه... 80 هزار آره 80 هزار تن موبایل اینا بازیافت کردن و اون حالا... وسایل الکترونیکی آره اون اه... چیزایی که تو موبایل ها استفاده شده بود رو استخراج کردن حالا اه... که واسه مدال اه... مدالای آره و کلا پنج هزار تا مدال قرار درست کنن با اینا ها که همه حالا طلا و طلا برونزو نقره, از همین ریسایکل ها میاد که چیز جالبیه این ببخش تلاعی واقعیه طلا واقعی در میاد داره 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 این پردازنده موبایل ها همشون روش طلا داره رسانه اصلا یه چیز شد یه استارتاپ اومده بود که همین مثلا وسایل الکترونیکی قدیمی ها شما می خرید بعد می اومد در واقع بهش می گفتن سی ماینینگ بهش میگفت الکترونیک ماینینگ هم چیزی می که میای اینا رو جدا میکنه مثلا تلاش رو جدا میکنن و حالا یه در واقع فلزای با ارزش رو میتونن جدا بکنن و بفروشن جای دیگه که اینم باحال دیگه میام مثلا از 2017 طرف فکر کرده که جالب کرده جالب دیگه آره دقیقا از اون 80 هزار تون نوشته که 30 کیلو گرمش اکسترکت شده که تلاه 35 هزار کیلو گرمش نقره است 35 یعنی؟ 500 کیلو گرم یعنی 3 و نیم تون آه 3500 کیلو آره. گرمش نقره و 2200 کیلوش هم برونزه و خب جالب بوده دیگه این آره. عالیه. چیز. دیگه چی؟ یه خبری که من خودم های. دیروز توی مترو بودم آه. دیدم رو توییتر اینا این بود که اصلا اطلاع نداشتم نمیدونم نایده بودم ولی من دیر فهمیدم این بود که تطلو رو انگار گرفتن تو ترکیه به دستور آه. ایران که ایران از طریق پلیس اینترپول کیسی باز کرده بوده که تتلو رو بگیرن و تو ترکیه گرفتنش رو الان هم خیلی همه اخبار های دنیا کابرش کردن دات ببین داشتن براش امضا جمع می کردن برای تتلو برای آزادی از برای آزادش نیوشه اگه که 500 هزار تا جمع بشه در واقع امضا جمع بشه میتونن یه حالا کار منطقی انجام بدن ولی گناه داره دیگه حالا میگم ما قبلا هم در مورد صحبت کردیم گفتیم که ما خودمونم یه جورایی حالا من خودم آهنگاشو گوش میدادم و اه، از آهنگایی که داره الان داره چیز میکنه الان که داری، داریم داریم ضبط میکنیم 481 هزار تا 481 هزار نفر اینو ساین کردن و همینطوری هم داره زیادتر میشه تا برسه به 500 هزار تا آونگ میوزیک هم این چیزو گذاشته این پتیشن, پتیشن رو گذاشته که آدم ها بتونن برن امضا بکنن و درخواست بکنن که تحتلو آزاد بشه من هم این مثلا همچین چیزی به 500 هزار تا برسه من چون تجربه ندارم نمیدونم نوشته که این... اگه اگر... چرا مثلا که یه شکایت مثلا افیشیال میتونن می تو یه... دادگاه برم ولی اگه جرمش جرم داشته باشه کاری نمیشه کرد یک میلیون جاستین بیبر رو الان بگیرن 20 میلیون نفر آدم چیز میکنه ولی اگه کاری انجام داده باشه انجام داده دیگه کاری نمیتونه آره. یعنی اگه محکوم باشه واقعا خلاص این من امیدوارم که خاطر بشه این بود دیگه چی داری برامون آها یه بود چیزی که این هفته مشخص شد بعد اتفاقات اخیری که ایران اتفاق افتاد دقیقا یادم فردای اون روز بود یا دو روز بعدش بود ونکووری کنسرت ایرانی بود میدونیم که بود بود حالا یکی از این بندا بود آرش ای پی اشتباه آرش بعد خب چون شهر نزدیک ونکوور هست تو آمریکا بلینگ یا شهرهای اطراف خب کنسرت فکر کنم ایرانی کمتر باشه نسبت به ونکوور خیلی از ایرانی ها از آمریکا میان با ماشین از مرز و این دو کنسرت ها دقیقا میرن تو رای برگشت اون ایرانیایی که اومده بودن ایرانیای آمریکایی که اومده بودن کانادا که برگردن فکر کنم روی پادکست هم گفتیم آره خیلی بهشون گیر داده بودن مثلا نگهشون داشته بودن ساعت های هج... زیاد مثلا ساعت مثل آره. نگهشون داشته بودن و اینکه توی حالا مجبرانی هم توی همون پادکستی که من توی اپیزود چیز مازی ها توی اون پادکست گفته بودم در مورد اینم صحبت کردن که همش اتفاق افتاده آره بعد ایرانی ها شاکی شده بودن خیلی از سیاست مداره آمریکا هم شاکی شده بودن که به مرز آمریکا که مثلا این حرکت درست نیست خیلی ها اینا آمریکایی کانادایی بودن مثلا با اینو گفته بودن نه این ما چیز عجیبی نبود همیشه این کارو میکردیم ولی خبری که این هفته اومد یه عکس از یه نامه است که هوملند سکیوریتی آمریکا زده بوده به اون مرزای آمریکا که افرادی که دقیقا ایرانی هستن یا حالا لبنانی اینا رو آره فلسطین و رو و کلا مثلا سفر کردن به نمیدونم سوریه و اینها اینا رو نگهداری اینا رو نگه داریم و بیشترین در واقع چکو بکنیم اینا انجا. آره اینم یه تناقضی بود که مشخص شد این هفته یه چیزی همین الان که اومدم ما داشتم آماده می شدیم دیدم خیلی در موردش هم صحبت کردیم آره این صحبتی که آقای مثل اینکه یه جلسه ای بود اینو نگی بگو آره خب زش بود دیگه اوکی. این عجیبه برای یعنی با یز... این سرعت تو بتونی محبوبیت تو از دست بدی حالا بگم چون اصلا هیچ نگفتم یه سخنرانی بوده یا یه جلسه ای بوده به... فکر کنم حالا هیئت دولت بوده با یه سری دیگه از استانداران و فرمانداران و کشور که روحانی در میاد میگه که بابا این بذار دقیقا لفظش رو بگم آها این انتخابات رو الکترونی کنیم بابا افغانستان همین کارو کرد با یه خنده همون خنده, آره. خنده, خنده, خنده روحانی آره. طوری من, من اینو وایسش رو شنیدم اصلا چیز بعد اصلا یه لحظه موندم که آقا مثلا خنده چی بود چقدر تو باید پایین و بی خرد و بی سواد باشی نباشی. سیاست مداری دیگه کار یکیت اینه که درست حرف بزنی طوری حرف نزنی که به آدم بر بخوره اون نبا... بعد از داستان بنزین که اون خنده رو کرد های... خیلی سری داره سقوط میکنه اصلا من انتظارشو نداشتم بتونه با این سرعت <applause> من توی پادکست آقای کامیس حسینی دیدم این دقیق شدیدم این رو همین که دیروز پخش شده بود برام همون دیگه مثلا من و شماهایی که مثلا اینجا نشستیم به عنوان حالا هابی به قول آقای ماز جبرانی داریم صحبت میکنیم اگه این سوتی ها بدیم شاید اشکال نشه باشه که اشکال هم داره ها ولی باید بیم خورون رو بکنیم ولی دیگه کسی که کارش اینه که به قول کارون اولین کارش اینه که بتونه درست و با سیاست صحبت بکنه این یه ذره بعد بیانی و اینا هم که نمیدن بعدش مثلا میدن. نه, اصلا با اینا اشتباه نمیکنن ببخشید اگه ولی مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان آره خیلی قشنگ آره آره یه آره. جواب واقعا من... زده که به ما تنه نزنید از ما بیاموزید واقعا. خیلی آره. این... قشنگ گفت این دیگه فصل آره. ما چند تا شنونده افغان هم داریم دیگه آره با هم صحبت کردید شما ببخشید واقعا خیلی 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 شما دیگه این هم دوباره یه چیز بود که خبر از ایرانه که <تصوزن> ای 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 کتاب سوزونده یه ویدیو من داره کتاب اسمش مالی پزشکی خیلی کتاب منبع پزشکی آره که ایشون آتیز زدن هاریسون 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 آره هاریسون یه همچین چیزی و آقای تبریزیان که روحانی هم هستن ایشون کلا عقیده زیادی دارن به یه چیزی به نام طب اسلامی و بیشتر فکر کنم نمیدونم اصلاً هیچکی نمیدونه چی چیز, چیز بیشتر فکر کنم مثلا طبیعی چیز جالب دارم که گفتن تجویز تازه است گفتن اصل و سیادونه رو قاطی کنید واسه کرونا خوبه <تصح> با... و واکسن یه وایتکس رو خورید بشیره آره این ویدیو رو هم من دیدم آتیش میزنن و همه بعدش صلوات میفرستن و اینا خیلی, تو ایران تو ایران شکایت شد از ایشون خودت همه گلن شاگی شدن که آقا تو رو آروم باشی دیگه اینا تاسف داره تو سال 2020 داریم اینا رو میبینیم دیگه اینها اصلا فیل کنی اصلا اصلا ریختی هم با این جالب هفته در آوردن دوست جالب خوب در بیا اولیش که مرگ بود آقا چه جالب اینه که جانبیه تموم شد دیگه آره خدا آره. آره. امروز که ما داریم زد میکنیم ژانویه تموم شد واقعا ژانویه آره. رو فوریه مثل فوریه ماه <تصفح> عشق آره فوریه آره. ماه عشق امسال هم فوریه طولانی تره ای کبی 29 روزه <تصفح> گفتیم واسه شما یه روز دیگه عشق و دیگه بابا بعد 28 روزه خوب بود حقوقت زود میگرفتی راحت یه خوبه چیز کنی خداحافظی خیلی خدا خیلی خوب ما توی تمام فضای مجلس اسم پادکست توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام و تصویری تمام این بحثا رو میتونید توی یوتیوب تماشا بکنید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ 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 خدافظ